سلام عمو، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی خفن دیگه از چنل یوتیوب مانی گیم. رفقا امروز اومدیم به مپ اشن ویل که ایونت نایتمر داره برگزار میشه. میایید به این لوکیشنی که بهتون نشون دادم و این کوست رو تیک میکنید. ازتون میخواد حدوداً 20 تا یونیت باید بکشید. این 20 تا یونیت رو توی این لوکیشن بالا سمت راست مپ وقتی شما بکشیدشون یه دونه تک یونیت میمونه که باید بریم باهاش صحبت بکنیم. این تک یونیت بالای این مسیر کنار پورتال به حالت اینویز واسطه، شما باید باش صحبت بکنید و کوست اولتون کامپلیت میشه. قبل از اینکه این کوست اول رو کامپلیت بکنید به هیچ عنوان جوین هیچ گروپ دیگه ای نشید بچه ها. اول کوستتون رو کامپلیت بکنید، بعد از اینکه کوست اولتون کامپلیت شد بگردید دنبال یک پارتی 5 نفره. بعد از اینکه شما یه پارتی خوب پیدا کردید بچه ها، این باکسی که توی بگتون هست رو باز میکنید، یه ستاره و یک نامه بهتون میده. ستاره رو لوت بکنید، نامه رو هم لوت بکنید، روی نامه کلیک راست میزنید، کوست برای خودتون اکسپت میشه و از اون ستاره برای شیر کردن اون کوست به پارتی خودتون باید استفاده بکنید. حالا بعد از اینکه پارتیتون رو پیدا کردید جوین بشید، برید با همون یه دونه ستاره‌ای که دارید یه دور باهاشون بزنید. بعد از یه تایمی بگتون میشه مثل من، یعنی 3-4 بار که این کار رو انجام بدید، هی برید بیاید، هی تعداد کوست هایی که کامپلیت میکنید بیشتر میشه. شما فقط به اونا یه دونه کوست شیر دادید، اما اونا حداقل 3-4 تا 5 تا کوست به شما شیر میدن و وقتی بیاید کامپلیت بکنید دوباره به ازای هر کوستی که کامپلیت میکنید بهتون یه پاکت نامه میده که توش دوباره یه ستاره و یه نامه هستش و بگتون پر از این ستاره ها و نامه ها میشه. تعداد کوستاتون به 17-18 تا دونه قراره برسه و بگ زیاد لازم دارید، حدودا 20 اسلات بگ لازم دارید برای اینکه بخواید فقط همین نامه و ستاره ها رو منیج بکنید. از پورتال که رد شدید بیایید سمت راست اگر الاینس هستید و سمت چپ اگر هورد هستید، واسید تا گروپتون بیاد پارتیتون برسه. لبه این سراشیبی جایی که وامیستن و کوست ها رو به همدیگه شیر میکنن. دلیل اینکه اینجا وامیستن هم اینه که یه یونیتی از این بالا میاد به سمت پایین و یکی از کوست ها هستش که کوست اسکورته، اگر تو این لوکیشن باشید اتوماتیک کامپلیت میشه. بیایید تو این لوکیشن همه میل باکس هاتون رو باز بکنید، ستاره ها رو وردارید، پاکت نامه هاتون رو لوت بکنید. رو پاکت نامه‌ای که علامت تعجب هست، یعنی هنوز کوستش رو نگرفتید، کلیک راست بزنید تا کوست رو بگیره و بعد از اون شروع میکنیم به شیر کردن. اگه سمت چپ تو چت من رو ببینید میبینید زده کوست اکسپت، حدودا 5-6 تا کوست اکسپت پشت سر هم برای من خورده، در صورتی من هنوز هیچ کوستی رو اکسپت نکردم، فقط دارم نامه‌امو باز میکنم. چه اتفاقی افتاده؟ یه دونه هم پارتی ها منو تارگت کرده، روی همه ستاره‌هایی که داشته کلیک راست زده و همه کوستاشو برای من شیر کرده. الانم دقیقاً کاری که ما هم میکنیم همینه، بگمون رو مرتب میکنیم که ستاره‌ها بغل هم بیفتن. وقتی ستاراتون بغل هم افتادن کافیه پارتیتون تک تک ممبرهاشو یکی یکی تارگت بکنید و تک تک روی هر کدوم از ستارهایی که دارید کلیک راست بزنید، کاری که من الان انجام میدم. ببین وقتی رو ستارا میزم، اگه طرف کوست رو داشته باشه که هیچ اتفاق نمیفته، نفر بعدی رو میزم، ببین کوست رو نداره، ستاره یه دور میچرخه، دوباره میچرخه، دوباره میچرخه. من همینجا کوستامو شیر میکنم و به جایی میرسید که دیگه همه پلیرایی که توی پارتی هستن کوستاشون حدوداً هماهنگ میشه. به این روشی که ما الان میخواییم بریم کوست بزنیم بهش میگن لیزی ران، یعنی کاملا گشادانه قراره بریم کوست های آسون رو فقط بزنیم. کوست های آسون شیا هستن؟ من دقیقا روت مسیر حرکت رو بهتون میگم که وقتی رفتید گیج نشید. ببین من 17 تا از 20 تا کوست دارم. حالا اون اوایلش که شما بیاید کوستاتون کمتر 11 تا 12 تا، ولی هرچی بیشتر میرید جوین پارتی های دیگه میشید بهتر میشه. یا مثلا تو همون پارتی که هستید اگر بلد باشن کارشون رو و همین حالت لیزی رو برن خیلی خوب میشه. مسیری که قراره بریم روتش مستقیم میاید و توی مپ هم دارم بهتون نشون میدم مسیر حرکت رو. اون سمت چپ یه حالت خراب مانند اگر دقت بکنید، یه دونه باس اژدها داخلشه ولی ما با خود اون باسه کاری نداریم. اینجا هم پر یونیت بچه و همه یونیتاش الایت هم و کوست هم هستن، اما ما نمیزنیمشون چون کامپلیت کردن زمان میبره. این تخمه اژدها رو لوت میکنید، این شد یه دونه کوستا، یعنی الان شما 6K XP و یه دونه گولد گرفتید با یه دونه کلیک کردن. از اینجا مستقیم میریم به سمت روبرو که یه حالت سر و شیب مانند یه رو به بالا میره، یه یونیت واسطه حالت اینویز ماننده و باش صحبت میکنید و اینم کوستتون رو کامپلیت میکنه. اینجا حدودا ما دو تا از کوستا رو
کامپلیت کردیم. مجددا سوار مونت بشید، اون بالا سوار نمیشه، بپرید پایین، سوار مونت بشید، مستقیم دوباره حرکت بکنید به سمت لوکیشن بعدی. لوکیشن بعدی یه حالت کوه مانند دور تا دورش توی مپتون هم میتونید به هاشور خورده، مستقیم میرید به سمتش. این باسی که الان یه دونه از بچه پارتی ما پیدا کرده و داره میزنتش، این اینجا رسپام میشه. اگر کوئستشو داشتید باید شما اتک اولو بدید تا برای شما بشه و مثل الان کوئست براتون کامپلیت بشه. این شد سه تا کوئست. سمت راست زیر این چادر یه دونه اسکرول هستش، یک نامه است که روی زمین افتاده و نمیشه همزمان همه لوتش بکنن، باید سب کنید بقیه لوت بکنن یا همینجور بالا سرش باسید و اسپم کلیک راست بزنید تا بتونید لوتش بکنید. این نامه‌ای که اینجا هستش هر از گاهی هم باگ میشه، مثلا من الان که داشتم میزدم این پاکت نامه کاملا باگ بود و من حدودا 2 ساعت نتونستم اصلا ورشم، یعنی هیچ کس هم نبود من نمیتونستم لوتش بکنم. کل بچه پارتی هم این مشکل رو داشتم و این باگ رو داشتم. لوکیشن بعدی که قرار بریم سمت راست یه حالت قلعه مانند وارسانگ نوشته شده روش، میریم به سمت اونجا. ببینید تک تک یونیت هایی که توی این مپ میبینید همشون یونیت های کوست هستن، ولی ما نمیزنیم دیگه، چون هم این یونیت ها 6K XP میده کوستشون، همین کاری که ما داریم میکنیم میده 6K رو، ولی خب کشتن یونیت ها خیلی زمان بر هستش، مگر اینکه یه جی پی خوب جمع بکنید که حالا تانک و هیلر و 3 تا دی پی اس منشی داشته باشه، 7-8 یونیت ها رو جمع کنن تو 2 ثانیه ای کنن و بکشن. این سمت راست قبل از اینکه بریم به وارسانگ یه کوست دیگه هم هستش، من خودم این کوست رو ندیدم، یعنی حدودا 2-3 ساعتی که اینجا بودم اون کوست رو ندیدم که بخوام کامپلیتش بکنم، ولی مثل اینکه یه باسیه حالا یا یه یونیتیه، تک یونیت به احتمال زیاد، شردر اسمش، که اونجا باید بزنیدش. لوکیشن بعدی که برای رانمون میایم فقط وارد این حالت تاور مانند، حالت قلعه مانند میشید، میاد وارد قسمت دالان داخلیش میشید و سمت چپ یه یونیت اینویز دیگه واسطه باش صحبت میکنید و پارت بعدی کوستتون. فقط حواستون باشه بچه بگتون باید خالی باشه، چون هر کدوم از اینه که باشون حرف میزن یه نامه براتون میندازه تو بگتون، اگر بگتون پر باشه مثل الان نمیفته تو بگتون و شاید هم اصلا متوجه نشید و برید و ببینید اصلا کوستتون کامپلیت نشده. پس سعی کنید بگتون رو خالی نگه دارید. اینجا میاد اصلا هیچ چی امراتون نباشه، نه فودی، نه چه میدونم پوشنی، نه فلسکی، هیچ چی نیاز ندارید. حالا که تا اینجا ویدیو رو هم نگاه کردید یه لایک نمکی و یه ساب هم زدید دیگه، ایشالله روی چنل مانی گیم دیگه سال 1403 رو میخواییم بتره کنیم با هم دیگه. این لوکیشنی که میبینیم باکس هم میشه کوست بعدیمون که لوتش میکنیم و کامپلیت میکنیم کوستمونو. تا حد امکان سعی کنید به یونیتا به هیچ عنوان اتک ندید، یونیتاش الایتن، اچ پی هاشون زیاده، کشتنشون زمان بره و رنج کمباتشون هم زیاده، بیفتن روتون تا یافتاباد اومدن دنبالتون، فقط برید. تا همین جای کار اگر نگاه بکنید من حدوداً 6 تا از کوستام رو کامپلیت کردم. از اینجا به بعد دیگه مسیر درب خروج رو باید بریم، مستقیم به سمت درب خروج میریم. دو حالته، یا شما اون کوست اسکورتی که اون اول بهتون گفتم این بغلش وامیستید کوست اسکورتتون کامپلیت میشه، کوست اسکورتتون کامپلیت شده یا نشده که حالا مپ بزنید میتونید تو مپتون ببینید یه ذره بین مانند دقیقا زیر پای همون پورتال خورده. اگر کامپلیت نشده بود دارید میرید اونجا میتونید حواستون باشه ببینید یونیت رو و باش را برید تا کوستتون کامپلیت بشه. اگر کامپلیت شده بود که مستقیم میریم به سمت بیرون که حالا من دارم برمیگردم، اگه دقت کنید تو چت پارتی بچهای پارتی مینویسن که میگن این یونیت هستش داره میادش. ببین من ذره بینو دارم و بچهای پارتی هم میگن که طرف اینجاست و برسونید خودتون رو، که ما هم دیگه با مونت سری میریم برای کامپلیت کردن کوستمون. بله اگه دقت کنید رو سر یونیت هم یه دونه مارک اسکال گذاشتن حالت اسکلت مانند، میتونید ببینیدش داخل صفحه، چون کلا این لوکیشن ها شلوغه، شاید این یونیت ها رو اصلا نبینیدشون و متوجه نشید دارید چه کاری انجام میدید. حالا تو این ویدیو قیافه طرف هم بهتون نشون دادم که کوستش کامپلیت شد و 7 دقیقه مونده که سرور آفلاین بشه، به سمت درب خروج میریم و از پورتال رد میشیم. بچه این پورتاله یه حالت دریم داره، یعنی حالت ماجیکه، وقتی واردش میشید از اونور پورتال میفتید بیرون انگار همون جایید، هیچ فرقی نکرده، درست؟
تنها رایی که متوجه میشید آیا اونور هستید یا اینور اینه که اون بالا یه دیبافی روتون میفته به اسم امرالد دریم و عکس اژدهای سبز رنگ متوجه میشید که حالا کجا هستید. البته با یونیتاش هم میتونید این تفاوت رو متوجه بشید که حالا یونیتا هستن یا نیستن، یا نه حالا گیج نشید. میام اینجا و تک تک کوست ها رو رگباری تحویل میدم. من چون لولم 49 هر کوستی که تحویل میدم 4600 به من ایکس میده، ولی تو لول های قبلی 6K هم حتی به من ایکس پی دادم به خاطر حالا بافی که روم هستش. من دیگه لولم داره میره به سمت 51، من کلا از مرزها رد شدم پایینو ببینید 3K از ایکس پی لول 51 هم پر کردم. بچه یه چیزی که خیلی مهمه و شما باید انجام بدید اینه که میج ها مخصوصا، حالا من کلاس های دیگر رو سرچ نکردم، باید رپوتیشنشون با این NPC و این ایونت رو به حالت فرندلی برسونن. برید تو قسمت رپوتیشنتون بگردید دنبال گزینه رپوتیشنی که از اینجا بهتون میده به اسم امرالد واردن. امرالد واردنتون باید فرندلی بشه، حتی اگر لولتون 50 شده باز این ایونت رو انجام بدید تا لولتون، تا اون رپوتیشنتون رو بتونید فرندلی بکنید. اگر رپوتیشنتون فرندلی بشه، شاپی که برای این لوکیشن هستش و این رپوتیشن هستش بهتون رون میده و احتمالاً یه سری آیتم های جالبی هم باید بهتون بده. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. سال نوتون هم که مبارکا باشه و من نبودم یه مدتی یا نتونستم ویدیو تولید بکنم، تولید محتوا بکنم براتون. قرار از امروز به بعد تا جایی که در توان دارم براتون ویدیو بذارم و با هم دیگه بتره کنیم. پس حمایت کردن از چنل خودتون رو فراموش نکنید. لایک و ساب و کامنت و این حرفا هم که دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی لبتون خندون.